در این دنیا اگر تنها برای خیش میزیستم، زهر نیک و بدی آن میگذشتم چشم پوشیده. زیروی خار نه، از روی سبز راه میرفتم. بجای آب سرد جوی شیری گرم نوشیده. عجب نه، عمر من چون ارچه دایم سبز و خورم بود. اگر در روز شادی یاد روز غم نمی کردم، برای مرده بیگانه هم ماتم نمی کردم، فقط امروز می گفتم غم فردا نمی خوردم. تناب عمر خود با سوختن کوته نمی کردم. عجب نه، عمری من چون ارچه دایم سبز و خورم بود. حذر دارم من از عمری درازی بی ثمر یاران، حذر از نیشی کژدم ها، حذر از نوشی بی زحمت، حذر از آن که دشتی تشنلب حسرتی آب است، ولی او در پناه شاخ چنار میکند راحت. در این حصار خط مرزها نمی گنجد، تمام روی زمین کشور هنرمند است. برز درود و وقت بخیر خدمت دوستان و علاقمندان برنامه 1001 اندیشه، و یک سلام خاص به مهمان محترم برنامه که امروز ما با خود داریم، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، انسانی که در کسب خیش بیشک و تردید استاد است و صاحب مکتب است، مریم ایسایوا، یک بانوی زیبا، خوشگل، دیدنی و دوست داشتنی. از تشریف شما خیلی شاد هستیم، صفا آورده. تشکر زیاد. پیدا شدی، با او صدف را ده. وای با تو کی می شود؟ عروسم؟ عروس را همین خیلی نگاهی بین میکنم، غول یابایی. مریم ایسایوا، هنرپیشه، کارگردان، آموزگار و دسنت دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده. سال 1970 سزاوار عنوان هنرپیشه شایسته و سال 1979 با عنوان پر افتخار هنرپیشه خلقی تاجیکستان مشرف گشته است. مریم ایسایوا یکم می سال 1937 در موضع سری خاصار ناحیه بلجوان دیده به دنیا کشاده است. سال 1960 دانشکده دولتی صنعت تئاتری به نام لوناچارسکی شهر مسکو را ختم نموده است. هنوز زمان دانشجویی در شهر مسکو نامبرده، با استعداد فوق‌العاده خیش میان همسبقان و استادان شناخته و صاحب احترام گردیده بود. او آغاز کار ایجادی را در تاجیکستان از تئاتر موسیقی مسکوی شهر خوجند شروع نموده است. مریم ایسایوا بیش از 60 سال است که در صحنه هنر صادقانه و منصفانه زحمت می کشد. در برابر اکتیاری، کارگردانی، روزنامه‌نگاری و آموزگاری، با ترجمه اثرهای صحنوی و تلویزیونی دست زده، در این جاده نیز خیلی موفق بوده است. موصوف از سال 1996 این جانب آموزگار فن نطق صحنه کافدرای نطق و حرکت صحنه فکلته تئاتر، کینو و تلویزیون در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده می باشد. قبل از آن که سر سخن را از خدمت‌های شما در تئاتر و سینما باز کنیم، علاقمندان شما می‌خواهند بدانند که از کدام وقت استعداد را شما در باطن خیش کشف کردید؟ فقط همینش را گفتنی هستم که اکنون که در این سن و سال رسیدم که حیاتی بسیار سال‌های از سر گذرانیدم و فکر می‌کنم که چخیل این من در یکون کروژوک اشتراک نکردیم، یکون مثلا آرزوی هنرمند شدن و این خیلی چیزها در من نبود. چخیلی شد که من خیلی هنرمند شدم. بعد پیش نظر می بیارم کودکیم رو. مثل گیریم وقتی که علف دروی می رفتیم،
یک که می دیدم مرچه ها رفسودی هم خیل. این کتاب هم بایم نوشتگی. بعد نگاه کرده می رفتم و یا با یک دیگر یک مرچه از اون طرف می آمده بسیار مهنتی هستند. دیگرش اونه که در نولش یکون گندم یکون چی داشت اینش با مو خبر می داد این می رفت همونجا. اینقدر اینها اویله با ترتیب هستند. اینقدر اینها نسبت یک دیگر مهربون هستند. بعد یک روز همین مرچه های تماشا کرشتم که یک بچه ای که همروی من علف دروی رفتگی بودیم میدهک بودیم و همه کارا میکردیم. بعد اومد و پایش کتی همه خیلی بولی مرچه با من. بعد من باید تیله کردم و گفتم که تو چی به این مرچه های عذاب میتی؟ تصور کن که حاضر که فیل پیدا شود یا که دیو پیدا شود. تو پیشی وای دیو با رنگ مرچه هستی. وای همون پایش میموند. الا که ما ده کس در حیات نمیمونیم. یعنی که بینید که از همین خردسالی کدام شعر خونم، کدام تاریخ اگر پدرم نقل کنم، کدام افسانه گویان، من همون چیز پیش نظر رنگ لنته کینو زنده کرده انم خیلی میگذاروندم. این برای هنرمند بسیار هم چیزی در کاری بود. از قدمی اولی به صحنه آمدنش در نمایشنامه ها نقش های اساسی، اینچونین در اثرهای کلاسیکی جهانی نقشهای عمده را آفریده است. صدها سیماهای آفریده مریم ایسایوا در تاریخ فرهنگ تئاتر و سینمای تاجیک در فوند طلا وارد شدند. کسی که بخصوصا کتابخانه نقش می دیدم، اون وقت برق نبود. بعد نصف شب بیدار می شدم و از کتابخانه رمانهای صنفی 4 و 5 بودم و رمانهای کلون می گرفتم. بعد آهسته نامعلوم نمیشب همون چراغ در گیرونده پس تک کتاب میخوندم. یک شب اپم با خبر شد و بعد اومد و گفت که تو به حال بر وقت این خیلی کتاب های خوندم. یک سخن از میان مردم میگن که هنر را جنونی میگویند به معنی مثبتش. شما موافق هستید که انسان هایی که صاحب استعداد فوق العاده هستند یک جنونی به طرز مثبت دارند؟ بله بله، من این چیز رو از پدرم فهمیدم. هر باری که من نقش میگرفتم حتما به خونه پدر مادرم میرفتم و اونو به نقل میکردم که من انم خیلی اثر گرفتم، انم خیلی نقشم میبوزم. بعد یک بار امین درباره نقشم نقل کردم که بعد مادرکم گفتن که او دخترم باز این نقشی تو با عشق میریزد، بعد غمگین میشی، غم میخوری، تو خیلی نقشای دیگر بازی نکن. با یک پدرم در و موبین با در آمدن و گفتن که اوه کرومه جان، نام اپیکالونی ما میگرفتن، مگر تو نمیدونی که در مریم ما در وجودش یک ولکان هست، درونش با ولکان ششتگی. اگر این ولکان همین نقش هایی که بسیار هم مرکب است این ناآفرد، اگر وای ولکان وای سوزانده میکشد. شنیدم و لیکن با این درجه فلسفوی و این خیلی بزرگ تحلیل کردنی وای نرسیده بودم. وقتی که سالهای زیاد گذشت باز هم نقش های مرکب تر من بازیدم. میدیا، شاه ادیب، اوریپید، خیلی بسیار بسیار اثرهای کلاسیکی، شاهنامه. بعد همین سخن ها بعد وفات پدرم بسیار پیش نظرم می اومد. یعنی انسان وقتی بزرگتر می شود باز کامل تر می شود و درک معنیش ژرف‌تر می رود. درست است. این سوال شما بسیار هم مغز کلون دارد. بعد با چی امید باید دید؟ جانم بگیم ای خدا تبیر تو چیست؟ میسه ایستو بودنی تو اینجا شرط نیست. وقتی که کلان ها حرف میزنن بودنی تو شرط نیست. رو عزیزم آخر رو گفتم. چی؟ شما از این کار خبردار نه؟ نه. حیات از صفر پلوس و مینوس. درست. یعنی که از این صفر وابسته است. بعد من گفتم چخیل این حیات وای صفر وابسته. و گفتم بینید دخترم زمین و آسمان، آفتاب و ماه، شب و روز. بینید یک تاش پلوس یک تاش پلوس. همه چیز زندگی، تمام میکره زندگی، کائنات همش انا در همین گرد و انا همین چیز جایگیر شده بوده است.
Напрасно, уважаемая Фируза, ваши сыновья не согласились переехать к нам. Дом у нас большой, просторный, живем в достатке. Дай бог здоровья, султан Хадже. Мой муж человек щедрый. Расул и Манера могут это подтвердить. Вот возьмите его сестру Зумрад. Сколько лет маялась без мужа с маленьким ребенком на руках. Эх, золотое сердце у султан Хаджи. К Зарнигор он относится лучше, чем к своей собственной дочери. Вот так и жили бы мы дружной семьей. И Даврона бы женили. Нашли бы ему хорошую невесту из уважаемой семьи. Да не затем я приехала. اولین بار وقتی در صحنه برآمدید کدام صحنه بود و کی بود و چی استرابی بود که تا امروز در یاد شما مانده است؟ با یادم آمد یک لحظه خندم آمد از خود به خود برای چی بید؟ برای اینکه من ارزوی هنرمند شدن نبودم بعد ایچود چی و دیگرش چی و این گپوی نمیدونستم یک و یک بار راستی گفت من وگیک به خواندنی رفتم برای سیناریو کینو بنویشتن یعنی نویسندهی همون فیلم ها شود. بله. فیلم نامه نویس. فیلم نامه نویس ها کنون زبان امروز کتی. بعد همونجا بریستا بیبیکوف اولگا پژوا همون گیگ با درس می دادین. حالی همه همی شاگردوی که هنرمندوی بزرگ هستن می گوین که فوند تیلویی همون شاگردوی استادوی ما می باشن. بعد من همونجا می بینن من یک تور گذاشته گیبدم بعد دویوم تور با تایوری می دیدم. چی خیلی من اکنون اونجا با رفتم مسکو با سرم با توقی کوکولم مادر کلونم چیل کوکول میبافتن موی بسیار داشتم و دراز بود خودم صاحبی کرده نمیتونستم مادر کلونم نگاهی بین میکرد بعد کرته تاجیکی پوشیده که شلوار همون وقت مود بود شلوار پوشیدگی با یک کمزولچه این خیلی بخملینی کبوتک بعد از همون جا من گذاشتیم اولگا ایوانا دکانات باشیده که بودیم قطی تبریزیان همون سردار کافیدرا بعد یکی من میگذارم که همه خیلی اولگوان نگاه میکنه باید این کی این کی این کوکول دار این از کجا این کی گفته باید من میگوید که این از تاجیکستان دختره که همه خیلی ما با داخل شده است حالی گپش با آخر نرسیده و میگوید که حتما کورسی تاجیکی با دختره نمیرسد گیت چیز با اینو گذاروندن در کور وقت که فهمیدم که یک گروه کلون از تاجیکستان در همون دانشکده میخوندین بعد به من گفتن که اونجا باید تو با همین نویسنده میشی با فیلم می نویسی بسیار چیزهای کسبهای از یاد میکنی بین تاجیکو با من خرسند شدم از این یک و یک بار دویم کورس با قبول کردن امتحانای قبول کردن از بس که من مکتب سینفوی روسی خوندگی ده سال امتحان زبان روسی کتی بود برای من یکون مشکلی نبود از همه فنها بهای اعلی گرفتم بعد من با گفتن که اکنون همه کورسو اکنون و یا الکای دویم کورس با مویم دویم بعد اولگا ایوانا گفت که اکنون مریم ایسویوا ما امروز میسنجیم یک تا ایچود نشونتی بعد من همی خیلی حیران شدم با گفتم این چه این ایچود اکو بچورش دیگه پیش بعد سوجیده غلومو برام با بود ما رنگ اپو خوار شده گی بدیم بعد گفت که خی یگون چی از خیوت ده با من گفتم که من تخم بریوم میکنم پریموس با وای سولخو پریموس بود کراسینکا وای وای چیز میکردی بعد در میگیروندی بعد یاد داریم ها بعد همین نشون دادم همین ایچود کی بعد همه خندید بعد اولگوان گفت که هیچ این ایچود به مونن نه یگون چی نبود برای همین خندم اومد که من حتی نمیدونستم که ایچود چی اکنون بیند اینقدر سالها گذشت من خودم آموزگار شدگی و اکنون شاگردای یاد میتیم که ایچود چی است اگر روزی یابم ایلاج قصاصم را و برای تمام بدبختی هایم بگیرم از شوهری خود انتقام حلال ندید راستم نیان دارید از مکتب استاد استانیسلاوسکی خودی اولگا پژوا بودن یکی از شاگردانش و یعنی ادامه دهنده مکتب استانیسلاوسکی بودن و شما هم دیگر ادامه دهنده همین مکتب بودید چون از همین مکتب بزرگ جهانی درست است از همین مکتب شما هم برون آمدید همین استادای شما در دانشکده بیشتر از شنیده ها و خوانده ها که به مردم تاجیکستان خاصه تاجیکستان بعدن به
آسیای میانه یک محبتی خاصه داشتن. همین محبت از کجا سرچشمه میگرفت که اینقدر استادان توجه خاصه داشتن به شما مثلا؟ البته در گیتیس تمام ملت های نه اینکه آسیای میانه و قفقاز و دیگر تمام دنیا گفتن ممکن است میخواندن. آنم خیلی دانشکده ما مشهور جهان بود. و اولگ وانا پژوف بی بی کوف چی فرانوا چی سیکوف اینا آموزگاروی ما اینا همین استودیو های آسیای میانه بودگی با درس میدادن قرغیز و قزاق و ترکمن و تاجیک اونها دوست میداشتن همین ملت های گوناگون خصوصا آسیای میانه میگفتن که این مردم بسیار پاک است بسیار ساده است وقتی که اینا به یک چیز گفتی اینا علاقه میفهمند و از پای اجرای همین چیز میشن اولگوانا پژوفا ای توجیکو توجیکو شمویان همین فرانسوزو بمانند بعد سجده دارو گفت که از چخیل ما توجیکو با فرانسوزو بمانند شدیم با گفت که برای چی؟ با گفت فرانسوزو بسیار زود آتش میگیرند یعنی احساسشون بلند است بعد گفت بعد زبانتون هم کلمه های توجیکی در فرانسوز است و یک چی شود هم کورسو میگفت احتیاط شویتون فرانسوزو ها توجیکو فرانسوزو بودیان درست است. همین خیلی عجیب سالهای خانه دوره های استودنتی یک شیرینی های عجیب دارد. مریم ایسایوا ده ها اثرهای صحنوی نوشته است. به هر یک جشن جمهوریوی نیز چون استقلالیت، کمال خوجندی، عمر خیام، 90 سالگی استاد میرزا ترسونزاده، چشمه، مشعل فروزان، بابا جان غفورو، شاه اسماعیل سامانی، و غیره صحنه ها نوشته است. بخاصه آفریدن سیمای مادر او را خیلی مشهور و محبوب نموده است. این است که او را همچون هنرپیشه حرفه‌ای در سابق اتحاد شوروی و فراتر از آن می شناسند و اعتراف می نمایند. مریم ایسایوا همچون استاد هنر سال 1994 نخستین تئاتر کودکان بعدتر مرکز معنویات گل امید را تأسیس داد که نمایشنامه ها با 3 زبان تاجیکی، ازبکی و انگلیسی پیشکش هواداران گشته از جانب مخلصان خوب پذیرایی شدند. بیشک امروز صدها شاگردانش در تئاترهای تاجیکستان و بیرون از آن کار و فعالیت دارند. درباره هنر شما، درباره نقش های آفریده که در تئاتر نقش آفریدید، در سینما آفریدید، قریب همه مردم دیدند، از طریق رادیو شنیدند، همگی شما را دوست می‌دارند، همه می‌شناسند و احترام می‌کنند. ولی آن چیزهایی را من می‌خواهم از شما بپرسم که شاید برای بیننده اونقدر معلوم نباشد. ممکن شما استاد عینی را دیدید، دوره‌ای که در مکتب رقم 7 شهر دوشنبه تحصیل می‌کردید و چه سخن‌هایی گفت که در یاد شما مانده باشد شاید؟ وقتی که یک مخبر کتیبو خوردیم همین سال گذشته یک کتاب می‌نویسد درباره تئاتر درباره خود من هم کتاب سر کردگی بعد وقتی که همین چیزهای من نقل کردم وای در حیرت موند بعد گفت که اپی مهرام شما انسیکلوپدی زنده بودید من که در اینترنت می‌خوندم رقم 10 با اونجا دخترو بودن اینترنت دخترو لیکن از بس که من مکتب زبان روسی با می‌خوندم مکتب 7 با من داخل کردن بعد روزی از روزها در اونجا واخوری با استاد عینی شد. در اونجا منم تکلیفی بودم و در اونجا در قطار برآمدها و سخن گفته ها و برآمد استاد صدرالدین عینی که رمانشون رو نوشتگی و نقل کردن بعد گفتن که اکنون ما میخوام شما به یک پرچه نشون دهیم. بعد یک پرچه از مرد ستخور نشون دادن در اونجا همون لحظه مرد ستخور. بعد تمام شدن این پرچه بعد استاد گفتن که همون جوانی که همین مرد ستخور بازیده است من با شناس کنید یعنی قریشکنبه رو بازیده است یعنی که قریشکنبه رو بازی کرده بعد یک بچه لاغر همین خیلی خراب گردنش باریک همین بچه آوردن که وای اون وقت ما صنف 7 بودیم می 8 بودیم می بعد گفتن که همین بازی بعد استاد در حیرت موندن و با یک تبسم پیدا کردن و گفتن نه خود که آخی کنه این شکم این ساله این بالای سرش با این یک بسیار یک قریشکنبه وحیمانوک بود که بعد وای من نمیدونستم که این اتو محمد جانوف بود است قسمت بینید که در همون وقت که روحشان شد باشد بعد استاد گفتن که همین جوان همین حتما باید که
هنرمند شود و در تئاتر لاهوتی کار کند. گویا وایو دعا داده بودیم. بله درست. بعدی که اینستیتوت تمام شد و بعد ما اومدیم، خواه اینجا اکنون فاصله های زیادی گذشت و ما در تئاتر کار کردیم. بعد همین عطا محمد جانوف که شناس شدیم، برهان رجبوف که تیگرمین زفتن بکفم. بعد دیدم در برنامه توی صمد غنی، در اونجا همون پسر ارکایی وزیر بازی کرد. چنان هم بازید، این چونین محکم حاجی قلوف هم در امتحان. بعد ما گفتیم که اینا کدام مکتب تمام کردگی؟ و ما گفتن که اینا پس از صنف ده علاقه تئاتر به کار قبول شدن. و به فکر شما از کجا اینقدر استعداد که مثلا بسیاری از هنرپیشه ها در دانشکده ها میخونن یا در مسکو یا در تاشکند، ولی به هر صورت کسبیت را از کجا آموخت؟ حالا استعداد که داشت، استادای ما میگفتن که یکم درجه چی در اویله، چی در کارخانه، چی در دولت بزرگ از هر یک انسان سر کرده، این اول انتظام است. انتظام هنرمند باید انتظام حربی باشد. درست می. با بالای انتظام دویم درجه با میستد مهنت. اگر تو از خداوند، علاقه همه خیلی ستاره آسمانی، اون وقت کلمه ستاره عموما نمیگفتن، اگر تو به دنیا اومده باشی، تو باید 99% مهنت کنی تا که به همین درجه های باید و شاید رفته رسانی. عطا محمد جانوف بعدی که استودیو ما اومد، تو استودیو تاشکند، استودیو شپکین، سه تا استودیو علاقه تئاتر لاهوتی به وارد شد، در قطار استادای بزرگ ما جوان ها اومدیم و اون استافته ای که اونها تئاتر بنیادگر این تئاتر بودن، اساسگذار، ما از دست اونها گرفتیم برای که بری اونها ببودیم، با اونها نقش می آفریدیم. ما یا آمیخته کرده بودن ریژیسیور ها، استفاده می بردن، ارتیست اتفاقی سویتی، انا شپکینا تمام کرده، این گیتسیس، این فلان، انا همین آمیختگی بینید، هر اون چیزی که وحدت می گوییم، در یک جایگی، با هم بودن، تفاق بودن، یک دیگر فهمیدن، احساس کردن، حس نمودن، انا همین چیز تئاتر را قوت کرد. این بسیار ضرور است. یعنی شما محمد جانوف بعد آموخت، از محمود جان دوست شد، از زفخی بیکوف، از برهان رجبوف، اینها دوستای نزدیک بودند. و وقتی که نقش می آفریدن و ایها می گفتن که کنی بینیم کی یکم جای می گیرد، علاقه بینید پایگاه می موندن. درست است. و از یک دیگر کوشش می کردن که این بوس هم خوبتر و بوس هم از این بهتر. برای همین هم سپیکتکل های بسیار برجسته و پرقوت و... بله درست. استویتی! استویتی! استنویتی! استنویتی! Помоги! Ребенку моему плохо, ты не довезешь до больницы. Умоляю тебя, ты же мне не откажешь. Пожалуйста, садитесь, до кишлака довезу. Мне же нужно туда, в район. Это не очень далеко. Мы назад не ездим, мы ездим вперед. Что же делать? Идем, сестра. Ничего, ничего, сестра. Аз хамин форсатеки мо шмору дорем истифода куним. از زمان دانشجویی که در دانشکده تحصیل میکردید، پایه‌گذاران ادبیات معاصر ما استاد لاهوتی، شما خانه اشان میرفتید. از همین میخواستیم یاد کنیم که دوره دانشجویی یک خانه امیدی بود برای دانشجویان همان زمان در مسکو. فکر میکنم همین برنامه شما یا من یک چند مرتبه تماشا کردم، برای من چیش معقول. انا من سوال هایی که شما میتید، سوال های بسیار هم نتکرار، سوال های نگهانی، سوال های فلسفوی، انا همین چیز برای من بسیار هم پسند اومد و امروز برای این سوالتون مینادار هستم که ما با همین استاد بزرگ که اون کس وقتی که در سیزد اولین در مسکو اشتراک کردن، استاد لاهوتی، یکو تاریخ اینم کمکک میدونم گپ زنم. بعد وقتی که بابا جان غفور و صدرالدین عینی از منبر برآمد میکنن، تنفس میشود، بعد اون کس نزدیک اومده میپرسن که این شما زبان فارسی کتی کی هستید که گپ میزنید؟ و گفتم ما تاجیکا هستیم میگویند. بعد یوسف ویسلاویچ استالین نزدشون به در اومده، استاد لاهوتی، بعد خواهش میکنن که از آذربایجان، از باکو تاجیکستان به، یعنی که فرستاده شود. وقتی که اینجا میبیاین برای اون کس تئاتر، شعر، این یک انقلاب می شود.
در عالم فرهنگی و ادبیات و همون سالها. بعد استاد صدرالدین عینی کتی بسیار هم دوستی نزدیک می شوند. حتی وقتی که در ازبکستان استاد صدرالدین عینی حبس می کنند، استاد لاهوتی رفته اون کس رو نجات می دهند از این حبس. و ما همین استاد کتی بسیار شناس شدیم در کجا؟ در مسکو. هرچند که این کس یکی از اساسگذاری تئاتر لاهوتی که اثری بزرگ جهانی شکسپیر به زبان تاجیکی ترجمه کردن و اتل صحنه با مونده شاه لیرا رومو جولیتا یا انا این تئاتر بعد انکشاف یافت و عرصه بسیار بلند به بر آمد. وقتی که ما در مسکو بودیم استاد فهمیدند و بعد آدم فرستادند که ما هنرمندا یعنی که استودنت بودیم وقت خونهشون به تکلیف کردن یک پیاله چای میکردن صحبت ها میکردن با خونهشون فقط کتاب بود. عموماً در رئیس خونه استاد لاهوتی. نه استاد لاهوتی. عموماً اکنون در قطار این یک چیز دیگر من به خاطر میخواهم بیارم. این هم به سبب نیست برای اینکه امروز با کتاب رو آوردیم. درست ما شما دیدیم این هم با سبب پرزیدنت محبوب کشورمو که آن همین چیز از نو جوری کردن گفتن ممکن است. همین خیلی رسم بود که خانه از همه آوازدار، خانه بهترین پیشرو، این خانه بود که کتاب داشت، رخوی کتاب بود در خانهش. بله. استاد بایگریشون کتاب بود، خودشون انسان ناتکرار بودن. و ما روزهای استراحت، دخترها، یک چند نفر پسرها رفته کتابشون را چنگوش تازه میکردیم، خانهشون را تازه میکردیم، با صحبتشون بمیشتیم، بعد اون کس وقتی که فهمیدن که کمبغلی عیب نیه به صحنه موندیم بعد پریمیر همین سپیکتکل بومدن همراه زوجشون همراه فرزندانشون. وقتی که اون کس وفات کردن خیریت که ما توجیکو همین ستوجی توجیکی همونجا بود ما اون کس رو گسل کردیم با نوادیویچی کلدبیشی میگوین بسیار مشهور جا. و بعد چندین سال وقتی که مسکو رفتیم گاسترول رفتیم باز رفتیم نوادیویچی کلدبیشی هر باری که سفر رویم رفته زیارت میکردیم و همونجا با همون قبرشون با یک مشعلی فروزون روسی کتی گریشه سویچا مشعلی فروزون بسیار همکلون بسیار خرسند شده عشق ریختیم ولی شاد بودیم که اون کس مشعل فروزان همه ساحه بودن. بله و برای همیشه جاویدان ماندن. جاویدان ماندن. میخواستم از همباز بپرسم یعنی از پردنیار همبازی که با شما یعنی نقش میافرد همبازی میکند پردنیاری میکند کدام خصوصیت ها را داشته باشد یعنی انسان خود را راحت احساس کنه در وقت نقش آفریدن. شما کلمه بسیار صحنوی گفتید پارتنیور. بله. پارتنیور لقمه اساسی هنرمند است در صحنه. مثال گیریم محمود واحدوف، گرمی زفقی بیکوف، اتا محمد جانوف. ما باید یک دیگر بینیم، نگاه کرده بینیم، گوش کرده شنویم. لیکن هست هنرمندایی که و ای خود تن خود سخن از یاد میکنن و همین گفته رفتن میگیرن سخنهای وای به جواب دادن میگیرن. لیکن مکتب اصیل که ما گذشتگی بودیم میگوین که یک بار یک کس بسیار یک مادر من به شکایت کرد گفت که این بچه هم عذاب میتید این خیلی فلان روز نیست من به بعد من میدونید چی گفتم اون کس به شما گفتم گوش کنید و نشنوید نگاه کنید و نبینید خودتون عالم خودتون به نگاه دارید بعد وای بچهتون علاقه دیگر خیلی می شود. همین خیلی هم شد. لیکن من بسیار شد از خون هستم که من پارتنیور در صحنه بول چه خیلی پرنده بول دارد و خوب. درست. بولش کتی پرواز می کند. وای بولی وای اگر خورد باشد مثلا وای چه خیلی پرواز می کند. بولی وای کمتر کلان. لیکن بولی مثلا 3 متر بول دارد. وای چه خیلی پرواز میکند. این هنرمند مثلا عطا محمد جانوف اینها بول بودند. من بولی آنها بودم و آنها بولی من بودند. لیکن هر باری که اینها یک تا این دنیای پدرود کردن بولهای من خام شدند.
لیکن بوز زندگی، بوز عشق تئاتر، عشق مهر با صحنه، با تماشابین، با مخلصان مرا وادار کرد که من بالم رو بوز راست کنم، بوز بول زنم، برای اینکه این بالی من برای دیگران، برای آدمان، برای فرهنگ، برای صحنه لازم است. مریم ایسایوا در طول بیش از 60 سال فعالیتش در تئاتر سازاوار مکافات‌های اردن دوستی خلق‌ها، اردن شرف، مدال 20 سالگی جوانان، ناهید، اردن شجاعت، چیلا، مدال شجاعت، ستاره طلا، صلح روسیه قدر داشته است. یک قسم نقش‌های آفریده مریم ایسایوا از روی اثرهای ویلیام شکسپیر، اتلا، نقش امیلیا، رومئو و جولیتا، مادر جولیتا، دو ویرانگی، نقش سیلویا، شاه لیر، نقش گرترودا، میدیا، نقش میدیا، راینس ویس ویترون، نقش زننا، فریاد عشق، نقش بانو شاه، منظوره رحمانوا، اعظم صدقی، اراده زن، مولوده نظاموا، جمعه خدوس، مردها نمیگیریند و غیره میباشند. چون از همباز یاد کردیم، یک همباز شما هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف بود و هر باری که مردم علاقه خندم آمد ولی میبینن دوباره میخواهم تماشا کنم. رفیق زنک، خودش چیگر؟ این چی به ترتیبی؟ این چی به انتظامی؟ بیت شلیپ دانستید رفیق مردک، آخر برای چی لباس آویزک در زیر پا؟ من همین لطف پتاها، من همین از کجا، من همین لطف پتاها از کجا؟ آخر جا مشهی کردم رفیق مردک. رفیق زنک، شما وقتای آخر با کاری خانه خیلی خنک نظرانه رفتار میکنید که این نقص نیست؟ از کار مونده شده آمدید او شینید یکدم دمتون رو گیرید. تازگی این گروهی سلامتی است رفیق زنک، شما باشید این مقال را چندان درست و خیلی خوب استفاده نمیبرید. کلکتیوی خانه با شما باور کرده این مسئله خیلی مسئولیت را با شما بار کرده است. شما باشید درباره تازه و آزاده نگاه داشتن خانه، واسطه های خانه را استفاده برده، این را سمرانک و نقص استفاده نمیبرید. رفت دستتان را شده بیایید، تازه خوراک میبیارم. مسئله تربیه کودکان نیست، خیلی پست است. بیاید این مسئله دروتر درستر همه طرفه یک حل کرده میبریم. رفیق زنک، شما به تربیه کودکان خود چندان دقت خوب نمیدهید که این نقص نیست، حالا که تعلیم و تربیه کودکان را کلکتیو خانه باور کرده به عهده شما گذاشته است. رفیق زنک، همین لکچه خانی بدیلتون نزد میاد با سبب مصالحه کاری شما. پسری خوردی همون دیروز یک پیاله را افتانده شکسته است. پیاله را خوندیم، شناس شدیم و بعد من عبیدالله بگفتم که عبیدالله التماس میکنم وقتی که ما این نقشه میآفریم شما من نخندونید، من با بسیار نزدیک نشوید. گفته و یا آگاه کردم برای اینکه اگر من خدا نکرده در صحنه یا تلویزیون یگان جا اگر خندم بیاید دیگر من نگاه داشته نمیشود. بعد در تئاتر همه خیلی بود که اگر من خندم دیگر همه دیگران خنده با میدار آمدن. خیلی خلاص آگاه کردیم. بعد من همون لباسایی که خونه با میپوشیدم، همون لباسای تنم، حتی وای شرفکی که سرم به هست، همش از خونه آوردگی بودم من. و همون درزمال کردن و همه این چیزا من از خودم همونجا با یعنی که حیاتی کردم. اکنون عبیدالله رجبوف خودتون میدونید که همین وای نامش لکتر کو، همین که بسم الله گفته در اومد و همه با مراجعت رفیق مدرشوی دیدگی همه از تماشای این سر نمیشد. خودی من هر باری بینم اگر گم کارم باشد میمونم و همه خیلی میخندم. رفیق مادر کلان، آخر رفیق کودک را آرام کنانید، من نمیتونم خیلی گر کردم. حالا باز اینش گریه دارد، بینم شما گناه کنید رفیق زنک. ما رفیق زنک نباید با چنین کمبودها مراسکار باشیم، نباید از نقصانهای در فعالیت اولویمون وجود داشته چشم پوشیم. پسرم سالک گلتون رو وسیح کنید، اینقدر دلتنگی میکنید، زیمنا... هیچ وقت بیکار نشده است. زیمنان باید قید کرد که رفیق مادر کلان
مسئله مهم این مسئله مهم را اینطور به حال خود ماندن ممکن نیست. شما نیز در این مسئله خیلی گناهکارید رفیق مادر کلام. بگیر مسئله هم درست‌تر دیده می‌برایم. مثلا دیروز بنابر بی اهمیتی شما رفیق مادر کلام، رفیق گربه یک پیاله قیماق را پاک پاکیزه خورده است. یک پیاله قیماق را. اوه نم گپ شد. رفیق دخترچه خوردی همان باشد. توفله های ما را چنان به هم دیگر سخت بسته است که من پیش از کار به کار برامدارم 15 دقیقه وقت قیمت خون را برای کشادری آن بندهای توفلی صرف کردم. برای حایت کشادم که در این کار نیست شما رفیق مادر کلان عیب داره. همه هم بحانه شده و توبه. وای 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 اونجا آخرش این خیل نباید باشد چه خیلی که شد. بعد همین خیل من خندم اومد. من همین خیل همین دو طرفی لنجمه گزیدم. سرم این خیلی خم کردم. باز وای حجوم کرده باز همین لکتری من به همین گپوش گفتن گیرم. آخر خودم کرسی با پرتفتم. روما این طرف بگردوندم. اهمیت تو نگم برنامه شد. درست. این طرف گردوندم دیدم که تمام من حضور من خنده میکنم. آخر خودم مرده به انداختم. من همه خیلی جان دادم. رفیق مدکرم. آرام. آرام. هیچ گمی رفیق مدکرم. آرام شدید. آرام شدید. رفیق مدکرم. ما البته این مسئله ها را در جماعت های آینده نه یک بار و دو بار به طور کنکریتی دیده میبریم الان رفیق مادر کلام. خوب شده. خوب شده. لیکن من باید گویم که در این کار برای برطرف نمودن این کمبودی ها به همه ما چی لازم است رفیق مادر کلام و رفیق زنک؟ وقت. بله 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 بله. خوب خوب خوب. وقت 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 رفیق زنک؟ رفیق مادر کلام شما رفیق کودک را اونجا مورد زود به رفیق تلفن کرده رفیق یاری تاجیل را جیغ زنید که اومده به رفیق زنگ یاری رسند زودتر رفیق مادر کلام زودتر چرا ایستاده زودتر رفیق مادر کلام رفیق زنگ آسوده باشید حاضر من رفیق مادر کلام با رفیق یاری تاجیل تلفن کرده است حاضر یاری تاجیل اومده به شما رفیق زنگ یاری میرساند و شما باز هم همان فعالیت عائلوی خود را سر میکنید و باز میان را محکم بسته از پسی کارهای رفیق زنگ و بایدلو کتی همین قدر جنگ شده من گفتم شما یا من آگاه کردم همین خیل خواهی من گناهی من چی اگر و قهرمانی من همین خیل باشد خواهی خلاص در خلق همه کی من بینم میگه رفیق مردکتون چی خیل حاضر یک جمعه میبینیم گجا رفیق زنک چی خیل تو رفیق من بعد محرکه ها با میگفتن که برای چی بعدی همون صحنه دیگر یکان جبه و بایدلو رجب فکتی بازی نکرید چی خیل ما مخلصا داریم چی خیل تماشابین عجیب داریم که آنها ما زنده میکنند. مخلص را چیش؟ کدام خصوصیتش برای شما قیمت است؟ ارزش بالا دارد؟ تماشابینی که میبیاید مخلص میشود تئاتر و تئاتر با یک سال با یک بار، 10 سال با یک بار نه و همیشه برنامه نوی همین تئاتر که برآمد و انتظار میشود و علاقه رفته چیپتا خریده رفته تماشا میکند یعنی وای باید برای تماشا کردن آماده باشد آماده باشد. باشد حتی بعد همه خیلی مخلص از چی پیدا میشود وای ها بعضی همه خیلی مخلص ها بودن که همون اثر را میخوندن اثر چیخوف می شاهنامه می غنی عبدالله می دیگر می دیگر می درست. وای خونده علاقه اثر دانسته بعد تئاتر با میمودن بعد بسیار با دقت گوش میکردن تئاتر با اومدن و یا سر و لباس نو میدوختیان مو با نقل کردم بعد مخلصو کودکای از خردسالی علاقه تئاتر با چخیل ششتن در کور چخیل گوش کردن در کور عادت میکنوندن بله تئاتر می آموزوند مثال گیریم تو یک تا کتاب اگر یک هفته یا که وقت نباشد یک ماه بخونی اگر تئاتر به مدت 1.5-2 ساعت به یک اثری رو تماشا میکنی که تمام زندگی بد و خوب و همش علاقه ترازو با میمانی و بعد برای خودت خلاصه میبراری که کدام خصلت های تو از خودت دور کنی در تئاتر یا در سینما نقش میافرد و آن نفر رو میتوان گفت که او هنرپیشه است نه من حاضر یک مثال زنده می بیارم ما وقتی که می خوندیم 23 نفر بودیم در مسکو و استادای ما وقتی که غضب‌آلود می شدن و یا بسیار سرطلب بودن و می گفتن از بین شما 2 یا 3 تا هنرمند می شد دیگر شمایان نمی شود هنرمند بعد یک بار من جرأت کرده از بس که من روسیه نغز می دونستم من ترجمان بودم یکون صحنه میشد یکون گپ میشد یکون چیز من در رو برای اولگا ورنابشتگی ترجمه میکردم
بعد من جرأت کرده یک بار پرسیدم اولگ وانا او چه خیل میشد این 23 نفر اگر دو کس سه کس تئاتر بود از دیگر رو کجا با میرود؟ با امید آمدن. بعد میدونید چی گفتن اون کس؟ گفتن ای برای سمیچکا فروش بودن هم با فرهنگ بودن در کور کواز فروختن ادمنستراتور تئاتر بشودن کوروی فرهنگی مثلا مکتبا با درسی فرهنگ دادن اون وقت کروژوکو بود کو هر یک مکتب گفته انم خیلی جواب داده بودن انا کو از همین خلاصه برارید که نه هر کس دیپلم گرفته وای صحنه با هنرمند میشد با از دیگر طرفش اولگا ایوانوفنا میگفتن که شما اگر هنرمند 10 سال تئاتر با کار کردن با بعد معلوم می شود که وای ارزنده است هنرمند شدن یا نه اینه بینید 10 سال یک سال نه یک ماه نه در قیاس گوری مردم پیشتر گوریزن رو جرفتر می گفتند تا گناهش جرفتر پنهان شود تا زخاک او نروید سبزه باعث مسئیت پاکان شود بی خبر از آن که زن مادر بود جرمشان باشد که انسان زاده است بر چنان عادت شناسان درشت و نصیب زندگانی داده است بی خبر از آن که زن خالق است زندگی یابد از او تکرارها بر گناه جمله فرزندان خود میکشد در گور هم آزارها بی خبر از آن که زن جان جهان چشمشان را بر جهان بکشاده است گر گناهی دارد آن هم این بود کنچنان ناقدردانان زاده است نقش مادر را بسیاری ها آفریدن و همه خوب آفریدن همه زیبا آفریدن ولی شما خاصه آفریدید و شما وقتی نقش مادر آفریدید شما زندگی کردید در همان محیط نفس نفس مادر بودید ما یک خونه شما با جدا میکنم شما یا برده اونجا خودم نگاه و بین میکنم اما جان شما من اینجا که با امضا گذارید اما جان امضای من همین قدر هم ضرور شده مونده باشه آها ضرور رو خیلی به عریضه شما قبول نمیکنن اینا تستر لیکن مرا از اینجا بشکنید نبیره کویم چی خیلی صحت سلامت می آه اونام شما رو یاد کردن اما جان اما جانم مرا خوش تبا حاضر یکان نارسایی ندارید؟ شکر من از همه چی راضی مومن ما از کار بر آمده آمدیم اما جان چراهای شفقت نغز نگاه بین میکنن مومله خوب آدم و آدم گری شما صحبت کنید آزم من ماشین رو گردانم ما ماشین نو گرفتیم اونچا مبارکباد کنید مبارکباد کنید اما جان ماشین نو ها گاز 24 پسرکم خودش خیلی ها ما بر وقت رویم اما جان راه دور بی وقت شد پسرتان هم اونقدر راننده خوب نه برای همون بر وقت رویم ما باز می بیاییم وقتی که همین صحنه بازی کردیم و شهادت صدیق و عایشه حیات و در حیات بودن بو وای بیماری هایی که در بطوش بودن آنها هم بنوار گرفته شدن بعد قشلوق فهمیده است تمام قشلوق اونجا دروازه بطوش وای کو محکم دروازه تمام قشلوق آمدگی پشتی دروازه این طرف و با مردم همونجا جمع شدگی اووزه که نوار گرفت شدیم هنرمندو خواهد مویا نمبر کردگی بعد همون لحظه ای که من می افتم و از پس پیسرم و ماشینش به سوار شده می رد های اوچه ما بمیدیم نفر رو موش نکنید پیسرک ها ایستودیم هیچ درک نیست هیچ نیکی پیسرم غالب قطعی امین رجبگل گشته بیاین بعد خیلی وقت گذشت و بعد اومدن و یو سراشون خام هم خیلی بعد وای ریژیسور گفت که کجا بوده تون اینقدر با دیگر صحنه نوار گرفتن در کروخه بعد و یو همین سری خام کتی گفتن ما از گریه ورم کردیم ما دیگر نوار گرفتن نمیتوانیم امروز
اکنون وای سوالی که شما گفتید که البته بسیار هنرمندو نقش مادرای میبازن، پیرو هستن با من، تقلید کور هستن با سیماهای آفریده من که همه خیلی نقش مادر میخوان آفریدن. من از همون کار دیپلومی که در 19 سالگی هم با من نقش مادر کلون ارینه سپوریده بودن، کم بغلی عیب نیبه، کم پیری 70 ساله، در 19 ساله و یا آفریدن این بسیار هم امری محول بود. من جستجو کردم و جستجو کردم و اخیر با یادم آمد مادر کلونم. مادر کلونم که سه تا فرزندشون در جنگ بود، انتظار بودن. من مادر جانم اوقات خوراک میپختند و اولش کشیده بینید مناسبت کلین و خوشتامانه بینید، مثال گیریم ده. اول اوقات میتونم مایرام جان زود برده اوچت برسون، اوقات گرمیش بخورد. می دیدم مادر کلونم چخیلی که خط کشون می اومد و چخیل نون می بست، چخیل خم می شود، غمگین می شود، خورسان می شود و چخیل می گشت. بعد همین چیز پیش نظرم اومد و من همون مادر کلونم در خودم دیدم. وقتی که این نقش آفریدم، شفقت نیازی استادی ما بودن، می دونم فوتی نیازی برادرشون، بعد و یا اومدند و ما دیپلوم اسپکتاکل همین خیلی اشکوشون ریختگی آغوش گرفتن منو و گفتن که مریم تو میدونی که تو سریمساق و شده. من در حیرت، من گفتم سریمساق و که با گفت که آرتیست خلقی ازبکستان. هر اون چیزی که جگر با وجودت، خونت، کتی فکرت، کتی حیاتت، کتی هستیت، کتی جو میکنی از دل می براید باز با دل دیگر رو رفته می رسد. منی از سیبا پشیدی. تک مال اگنیوک. Но хочу, чтобы в нем любовь разгорелась огромным огнем. Свечой начинаем, окончим костром. Нет, нет, не пущу, заклинаю добром. Ну, дай мне подумать хотя бы. Не спеши. Ты знаешь, в тебе я не чаю души. На все для тебя я, голубка, пойду. Помедли немного. Быть может, найду я выход получше. Фу. Бросила в жар. Так было спокойно, и вдруг на пожар. Позволь мне к фонтану пойти. Принесу холодной воды я. Пока что косу свою заплети. В беспорядке к нему ведь ты не пойдешь? Ладно, быть посему. Голубка моя, вот ты снова кратка. Скорее возвращайся, ночь так кратка. Ладно. Доронжо Светлана Норбоева. یک خانم از کشور ازبکستان هم نقش میبازید. شما بسیار شبیه هستید از همون مشاهده من. از نظر ظاهر، از چهره، از ابرو، چشم بسیار شبیه مانند بودید. بله، هرچند که وای در ازبکستان بود، ما رو نیز برای نوارگیری با فیلم های ازبکستان دعوت میکردن، لیکن رپرتوار تئاتر با من همین قدر بند بودم که من با اجازت نمیشد که من رفته در فیلم های ازبکستان مثلا چخیلی سایرم امکانیت داشت. باید. از لیل نبود و اجازت میدادن، من با اجازت نبود. درست. تنها فیلم هایی که ازبکو و قزاقو و قرغیزو و ترکمنو می اومدن اینجا از آذربایجان و گرجستان، اونو اینجا می اومدن، در وای فیلم ها من همراه آنها نقش آفریدگی. لیکن سویتا نوربوی وقتی ما همچون اپای خواهر بودیم، ما در همه جا دوست می داشتن و حاضر وای در اسرائیل می باشد. بیبو وطایف پسر دارد، پسری وای رژیسیور می باشد از بیبو وطایف شدگی. کینو این حیات هر یک هنرمند می بود. هزاران سوال نگفته دارم. هزارش اگر گفته باشید یک دیگرش موندگی است. نه، سوال هایی که بسیار می خواستم از شما بپرسم، چون فرصت کیندک است، ما در بخش پرسش و پاسخ می رسیم. برای شما در زندگی چی جالب است؟ هر یک نفس زندگی برای من قیمت است. وقت قیمت است. وقتی که میبینم وقت صرف میکنن، وقتش به نمی بیاین یا که چیز، من اینقدر دلتنگ میشوم. زندگی شبیه چی است به فکر شما؟ اگر میگفتن که به چی مانند است، شما چی میگفتید؟ زندگی من شبیه میدادم به آفتاب. برای اینکه اگر آفتاب نباشد، یگان چیز نمیشود.
مخلصان شما میگن که شما خیلی زرنگ هستید، زیبا هستید. با پاسخ ایشان چی میگوید شما؟ من سالهای جوانیم بسیار شرم میکردم وقتی که منو بسیار تعریف میکردم. حاضر باشد اگر راحت میکنم. مردم ایجادکار احساسی هم میشوند. خود را با چی آرام میکنید؟ من نه تنها خشم آرام میکنم، بلکه لحظه های بسیار وزنین فاجعه‌ای حیات را هم خودم همون داروی آرامیش میابم با صبر. برای خوشبخت شدن یک انسان چی مانعه میشود؟ من فکر میکنم که هم برای خوشبخت شدن اکثر وقت، بله، هم برای بدبخت شدن اکثر وقت خود آدم سببگار میشود. به خاطر چی انسان باید زندگی کند؟ چنان باید کرد زندگانی که پس از رفتن تو همه گریان شوند و تو خندان. پدرم باری گفتن که دخترم بسیار با طاقت شو، اینا بخش و یا از خودت کلونه بخش، از خودت خورده بخش، فلو فلو. بعد من یک بار اسیان کردم، گفتم از کلونه بخشیدم، خورده بخشیدم، تو که من میبخشم، تو که من میبردارم. بعد گفتن دخترم برای آبرو به صاحب شدن باید یک عمر تو مهنت کنی، طاقت کنی برای آبرو به صاحب شدن، لیکن برای ریختن آبروی یک ثانیه کافی است. بعد من که مکتب روسی خوندگی گفتم دادو جان این یک ثانیه چی میشد؟ بعد تبسم کرده گفتن که او دخترم یک ثانیه این یک سکونده. ها گفتم برای آبروی به صاحب شدن یک عمر 60 سال می 70 سال می سال گیریم. تو باید مهنت کنی، طاقت کنی. طول سفری که شما در همین راه هنر داشتید چی را از دست دادید و با عوض آن از دست رفته چی را به دست آوردید؟ هم وقت را از دست دادم و هم وقت را برای خودم قائل کردم. در حیات از چی شما سخت میترسید؟ من از خردسالی بسیار دخترک ناترس بودم. اون چی که پسر بچه ها میکردن منم پیرو بودم و همون کارهای من اکنون اینا گپ زنی وقتی زیاد در کار. لیکن وقتی که خاندار شدم، فرزنددار شدم، علاقه این دل من به من تعلق نداشت، به شوهرم، به فرزندم. بعد نبیره دار شدم به نبیره هایم. حاضر من عبیره دار هستم، خدا به شکر. به همه اینها تقسیم شد و فقط اینهای دعا میکنم و فقط میگم خدا جان در پناهت نگاه دار، یک تا دارم نگاه دار، ده تا دارم نگاه دار، در قطار کوب، در قطار مول. مادر کلانم این کلمه میگفتن. بله. بینید چی دعای خوبه. درست. سبق زندگی را از کجا باید آموخت؟ سبق زندگی من از زندگی آموختم. در زنها چی را بیشتر دوست دارید که ببینید؟ در زنها حلیمی، سخن نیک، صداقت بودن، با وفا بودن. در هنرپیشه از همه بیشتر چی مهم است؟ مهم این مهنت است، این طاقت است، مثل آموزگار است هنرمند. اگر مادر در خواب شما درآید با او چی حرفی داشتید؟ اینقدر من مادر، پدر، همه شون خواب میبینم، حتی محمد جان و محمود جان، همه یا فقط خواب میبینم من. صبح چون از خواب برمیخیزید از دل شما چی میگذرد؟ بچور اشکلی دادگیت شکر. سالها میگذرند از استاد مریم ایسایوا چی یاد میکنند؟ این از آنها پرسیدم در کار. ولی شما چی فکر میکنید که از این هنر، از این زحمت، از این مهنت، از این مشکلی که در این مسیر هنر شما کشیدید مردم چی میگوید؟ مردم خلاصه میبرارد. یک جهان تشکر از اون که دعوت ما را پذیرفتید. فکر میکنم بیننده های عزیزم پزمان شده بودن و میخواستن شما را در روبرو ببینن، یعنی مهمانی خاندانیشان باشید و برای شما اقبال و دولت و شرف، زندگی بازم زیباتر و خوبتر و در کارهای ایجادیتان که همچون استاد به شاگردان درس میگوید، همچون استاد هنر در صحنه میدرخشید، همیشه بدرخشید و بدرخشید. تشکر زیاد گفتنی هستم به همه شمایان، به مخلصان، به همه آنهایی که فرهنگ رو میپسندند.
فرهنگ یکی از پویه اساسی دولتی ما می باشد. فرهنگ و تاریخ ما موی به جهان برآورد. جهانیان را نزد ما آورد. بسیار هم منتظر هستم. تشکر. زنده باشید. پهنای هنر و استعداد مریم عیسایوه خیلی فراخ و گسترده است. ما باشیم در این برنامه از خیرمن هنرش همگی یک دسته گلی را تقدیم علاقمندانش نمودیم و بس.